با بهترین درودها بر شما همیهنان ارجمندم در همه جای جهان 20 دقیقه با برنامه شامگاهی صفحه یک جستاری خواهیم داشت بر آخرین مطالب مهم منتشره در روزنامه های امروز سه شنبه 24 شهری بر ماه ایرانی نخواست مروری کوتاه بر سرفصل اهم مطالب و اخبار برگزیده ی امشب دور تازه نوسانات ارزی در ایران با افزایش سقف نرخ دلار آمریکا به مرز 3500 تومان موجی از واکنش های مطبوعاتی به ماجرای بازداشتن نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان کشور از سوی شوهرش برای شرکت در مسابقات خارجی بحران مهاجران در اروپا بدون اتخاذ تصمیمی مشخص از سوی مسئولین عالی اتحادیه اروپا همینطور هواشی حضور سربازان روسی در سوریه با بازنشر تصاویری از این سربازان در شهر شبکه ها فراخان هاشمی رفسنجانی برای حضور همسویان و به تعبیری دلسوزان در انتخابات خبرگان رهبری به مجلس شورای اسلامی و بالاخره موجی از تحلیل ها و گمانه ها حول برجام اهم مطالب و موضوعات برگزیده ای امشب سهشنبه 24 شهری شهریور ماست که در طول 20 دقیقه پیش روی به سمع و نظر شما هم میهنان عزیز خواهد رسید همینک و در بخش نخست برنامه به روال معمول همه شب مروری کوتاه خواهیم داشت بر چند خبر کوتاه و برگزیده نخست با تازه ترین گزارش ها از نشست بینتیجه اتحادیه اروپا برای مهاجران سرگردان وزرای کشور اتحادیه اروپا در جریان نشستی در بروکسل در مورد تقسیم و جابجایی 120 هزار پناهجو میان کشورهای خود بر اساس سهمی بندی اجباری به اجماع نرسیدند. پیشتر نیز کشورهای اروپایی به طور موقتی مقررات بازرسی مرزی اعمال کردند که ساعتی پس از آن بود که آلمان کنترل مرزی با اتریش را شروع کرد. گویا از ساعتی قبل نیز مقررات سخت کنترل مرزی در مجارستان شروع شد. پلیس مجارستان نیز دیروز دوشنبه یک حصار مرزی برای جلوگیری از ورود هزاران مهاجر که از طریق سروستان وارد این کشور میشوند را کامل کرد. قوانین تازه امکان استقرار پلیس در طول مرز برای بازداشت افرادی که مهاجر غیرقانونی به حساب میآیند یا سعی دارند از حصار مرزی بگذرند را فراهم می کند خبرها رو در وقت باقی مانده پی می گیریم. در واقع ادامه خبرها با تازه ترین گمانه ها و گزارش ها از استقرار روس ها در سوریه در اظهار نظر مسئولین آمریکایی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که نشانه هایی در مورد گسترش و توسعه یک پایگاه هوایی در سوریه توسط نیروهای کشور روس برای ایجاد احتمالی یک پایگاه عملیاتی وجود دارد همزمان با تایید دیده شدن ساخت و سازها و انتقال نیروی انسانی و تجهیزات به یک پایگاه هوایی در سوریه مقام های آمریکایی 22 شهری ماه از ارسال تانک های مدرن به پایگاه هوایی نیز خبر دادن کاپیتان جفری دیویس سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران گفت نشانه هایی را دیده ایم که روسیه طی روزهای گذشته نیروی انسانی و تجهیزاتی به مناطقی در اطراف لازقیه و یک پایگاه هوایی انتقال داده است که از احتمال ایجاد نوعی پایگاه عملیاتی هوایی حکایت دارد تنها یک روز پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده بود که بنابر اطلاعاتی که از منابع داخلی به دست آورد روسیه در حال ساختن باند فرودگاه جدیدی در لازقی از مهمترین پایگاه های حکومت بشار اسد و حامیان او می باشد. خبرها را در آن سوی خبر خواهیم دید و همینک با تازه های از روزنامه های امروز برنامه را پی می گیریم جدال های برجام و تنش های تندروهای دلواپس کماکان موضوع یادداشت ها و تحلیل ها و تیتر های روزنامه های زیادی بود تا جایی که تازه ترین پاسخ ظریف را در بیمبنا بودن تنرو تنروی های گروه موسوم به دلواپسان اثبات می کرد. در این میان روزنامه رویش ملت به نقل از صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مدعی شد که پیام برجام بی اثر بودن تحریم و تهدید نظامی بر ملت ایران است اما در سوی دیگر آیت الله آملی لاریجانی فقیه منصوب خامنه ای در نهاد قضایی مجددا مدعی شد که توافق هستئی بهانه نفوذ دشمن است روزنامه تجارت به نقل از محمد جواد ظریف در پاسخ به اظهارات سعید جلیلی در کمیسیون برجام گفت که تحریم ها تعلیق نشد بلکه لغو شد و اما روزنامه ابتکار در بخشی از نیم صفحه اصلی در مطلبی به عنوان آسمان ریسمان نبافید ظریف را نشان میدهد که به پاسخگویی برآمده است در گوشه از این مطلب عمده و اصلی امروز به نقل از ظریف به رقیب البته به طور مشخص به شخص جلیلی صریحا هشدار میدهد که دوستانی که سر و صدا می کنند بدانند که اسناد آلماتی موجود است کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید با برگزیده های از روزنامه های امروز حجمه های همه جانبه علیه برجام و مردان مذاکرات هسته ای همچنان رو به افزایش است در این میان جدای از روزنامه وطن امروز نزدیک به مردان محمود احمدی نژاد که بی وقفه بر توافق هسته میتازد در سنگر دیگر حسین شریعت مداری نماینده تا اختیار علی خامنه‌ای نیز هر روز مطالب تازه و اصلی این روزنامه تحت امر رهبری ایران را به مخالفت با برجام و تیم هسته‌ای ایران اختصاص می‌دهد. کیهان شریعت مداری در شماره امروز نیز به قلم شخص حسین شریعتمداری مداری به مجلسیان تا حدی گرامی داد که در کمیسیون بررسی برجام عرصه را بر مردان مذاکره هسته ای تنگ کنند حسین شریعتمداری مداری در یادداشتی اختصاصی با عنوان رأس امور در انتظار مجلس خطاب به مردان مذاکرات نوشت یا تو به تعبیری توصیه کرد که این چه توافقی است که اجرا نشده طرف توافق به سراحت میگوید اساس تحریم ها باقی میماند البته بدون در نظر گرفتن پاسخ ظریف که گفت لغو شد و با چنین واقعیتی که مورد اعتراض وزارت خارجه صورت گرفته چگونه ظریف میگوید اگر ساختمان تحریم ها فرو بریزد بازگشت پذیری تحریم ها آسان نیست حسین شریعتمداری مداری که گویا در این نوشتار به طور غیر مستقیم از جانب علی خامنه به ظریف جواب میداد در گوشه ای به اشارتی و کنایتی نوشت که بر اساس مکانیزم ماشه تعبیه شده در برجام و قطنامه با کمترین شکایت ایران یا طرف غربی موضوع اختلاف به کمیسیون مشترک ارجاع می شود و در این صورت باید رای اجماع هشت عضو کمیسیون که فقط یکی از آنها ایران است برای ادامه تعلیق تحریم ها مجددا عقص شود و گرنه تحریم ها به شکل اتوماتیک احیا می شود به زم حسین شریعت مداری در پایان میپرسید که کجای این روند را می توان لغو تحریم ها نام نهاد که در واقع بالاترین میزان بی بیوقف است روزنامه آرمان این جدال و نبرد تندروها علیه تیم مذاکرات هسته ای رو نوعی در واقع دام و تله سیاسی برای تیم ظریف و البته شخص ظریف توصیف کرد و در صفحه یک با عبارت پرش ظریف از تله سیاسی یاد کرد آرمان چند خبر متفاوت نیز در صفحه یک شماره امروز خود منتشر کرد از جمله تایید شکنجه معلولان با تناب و زنجیر در کرج زمین آن آنکه در بخش دیگر در بررسی های پرونده دکل های نفتی ادعا کرد در تازه ترین گزارش خود که پرونده دکل های نفتی به کشور اردن رسید و رقم می‌زنم با روزنامه دیگر آفتاب از تمام نیم سفر و هسته ای آراست و هشدار ظریف به جلیلی و مخالفان برجام را بر صدر صفحه نشانده بود و تهدید کرد که باز هم سر و صدا کنید اسناد آلمعاتی را افشا میکنم و اما روزنامه ابرار اقتصادی افزایش نرخ ارز خارجی را موضوع اصلی برگزید همون گونه که میبینید خبر داد که دلار 3500 تومان شد شو... ادامه میدهیم با موضوعات برگزیده دیگر فراز و فرود در بازار ارز ایران به سختترین مرحله خود رسید تا جایی که بر اساس گزارش بیشتر روزنامه دلار تا مرز 3500 تومان رسید در این میان تحلیل های زیادی در چرایی افزایش نرخ ارز در ایران از سوی روزنامه‌های اقتصادی به طور خاص انتشار یافت از جمله روزنامه اقتصادی جهان صنعت در تحلیل معتقد بود که یکی از این عوامل این است که در شهریور ما سفرهای خارج از کشور افزایش می‌گیرد و در نتیجه تقاضا و خروج ارز از کشور زیاد می شود که این خود می‌تواند قیمت دلار را نیز افزایش دهد آقای کمال حسینی معاون ارزی سابق بانک مرکزی ایران در این مقاله می‌نویسد که برخی مسائل مانند کاهش قیمت نفت که سبب کم شدن درآمد دولت می شود نقدینگی و همچنین نیاز به ارز برای تجارت با کشورهای خارجی نیز در تقویت قیمت دلار مؤثر هستند جهان صنعت درباره آینده نرخ ارز نیز پیش بینی و گمانه داشت می نوشت که می توان چنین گفت که در دولت قبل دلار یک جهش ناگهانی داشته و در مدت کوتاهی قیمتش سه برابر شد پس از این شوکی که به دلار و اقتصاد وارد شد هنوز ارز موفق نشده است به حالت تعادلی خود برگردد و این قضیه به زمان بیشتری نیاز دارد در این حال به زمین نویسنده روزنامه جهان صنعت می توان گفت که پس از لغو تحریم ها و با ورود هیات های اقتصادی جدید به کشور قیمت دلار نیز تا حدودی به تعادل برسد همچنان بیننده برنامه صفحه یک با گزیده های از روزنامه ها هستید هاشمی رفسنجانی نیز امروز در روزنامه های نزدیک به طیف تحول حضوری پررنگ داشت از جمله روزنامه اعتماد به عنوان فراخان هاشمی به نقل از این فقیه به حاشیه کشانده شده در عرصه سیاست در دهه چهلم نظام فوقه ها فراخان داد که هر شخصیتی که میتواند باید برای انتخابات خبرگان رهبری و مجلس کاندیدا شود و یا روزنامه روزان با درج تصویری آماده ی حضور از هاشمی برای عرصه انتخابات به نقل از وی تقاضا کرد که دل سوزان وارد مجلس و خبرگان رهبری شوند البته هاشمی در این اظهار موزه تازه جایگاه رهبری نظام را فراتر از های سیاسی توصیف کرد ادامه می دهیم و ورق میزنیم با موضوعی دیگر و روزنامه های دیگر در برنامه امشب سه شنبه همان گونه که در صدر بررسی موضوعات نیز اشاره کردم موضوع نوسانات ارزی در صدر تحلیل ها جای داشت در این میان روزنامه شرق نیز تا حدودی به مسائل سیاسی و حتی انتخاباتی افزایش قیمت دلار رو مرتبط دانست در سه گزاره تحلیلی جداگانه توسط یک کارشناس اقتصاد بسیار نسبتا برجسته در ایران بهروز هادی زنوز در مقاله ای در شرق در این رابطه نوشت که دولت و بانک مرکزی بر این تصور هستند که قیمت فعلی ارز در بازار نرخ مناسبی است و به هیچ وجه انگیزه ای ندارند که قیمت ارز دست خوش نوسان شود و روند سعودی پیدا کند چرا که قطعا با افزایش نرخ ارز طبیعی است که قیمت کالاهای وارداتی نیز گران و تورم نیز دوباره شعله ور خواهد شد اما مسئله که وجود دارد این است که باید بپذیریم از یک سو هنوز تحت تحریم هستیم و از دیگر سو قیمت نفت نیز به شدت پایین آمده و درآمدهای ارزی دولت کم شده است و لاقل تا پایان سال نیز گشایش چندانی از نظر رفع تحریم ها در کار نخواهد بود بنابراین با توجه به نرخ تورم داخلی و انتظارات دست در بازار نرخ ارز می تواند دست نوسان شود این اقتصاددان با تاکید بر اینکه کسری دولت بسیار فراتر از ارقامی است که اعلام می شود نوشت که بخشی از نوسانات نرخ ارز می تواند به جو سیاسی هم مربوط باشد اگر با نزدیک شدن به انتخابات جو سیاسی داخلی متشنج شود یا کنگره آمریکا بتواند کاری کند که رئیس جمهور آمریکا نتواند آن را وتو کند به هر روی به گونه که عاملان بخش خصوصی احساس کنند اجرای توافقنامه قطعی نیست و با مخاطره مواجه خواهد بود در انتظارات تغییر ایجاد خواهد کرد و قطعا سبب افزایش نرخ ارز خواهد شد برق میزنم با موضوعی دیگر و اما موضوع بازداشتن بانوی ایرانی از حضور در میادین ورزشی منجر به موجی از واکنش های نوشتاری و همینطور تحلیلی در برخی از روزنامه های عمدتا نزدیک به طیف تحول خواهان گردید از جمله روزنامه قانون نوشت که خروج کشور از جمله مواردی است که در این برهه از زمان برای بانوان ایرانی مشکلاتی را ایجاد کرده است این روزنامه با بهمن کشاورز گفتگوی کوتاه و اختصاصی انجام داد و به زعم این حقوقدان در, در ضرورت دفاع از حق آزادی زنان برای سفر بدون اذن شوهر تأکید می کرد. بهمن کشاورز در این راسته اشاره کرد که بر اساس قانون اساسی بر تصاوی حقوق همه مردم ایران با تأکید بر جنسیت آنها تأکید شده و به نظر می رسد تجدید نظر در زابطه که خروج زنان شوهردار را از کشور منوط به ازن شوهرانشان کرده لازم باشد. این حقوقدان ایرانی در ضرورت دفاع از حقوق زنان برای آزادی به منظور سفر بدون ازن شوهر با ذکر مصادیقی می گفت گاهی خانم حقوقدان و وکیلی برای دفاع از حقوق کشور جمهوری اسلامی ایران قرار است در دادگاه بینالمللی حاضر شود و در آخرین لحظه همسرش مانع او می شود این مثال ها را بسیار می آورد به زعم این حقوقدان موقعیت کشور ایران در منطقه اختزای آن را دارد که خانم ایران از جهات مختلف در موضعی که در خور شأن آنهاست به طور کامل قرار گیرند همانگونه که شما بینندگان مستحضرید خانم نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران در پی مخالفت همسرش از سفر و حضور برای مسابقات جام آسیای جهان بازمان آنطور که خود خانم نیلوفر اردلان در صفحه شخصی اینستاگرام نوشت همسرش به او اجازه خروج از کشور را نداد و دلیل آن را ضرورت حضور خانم اردلان در اولین روز مدرسه رفتن پسرشان دانسته است اما خانم اردلان به روزنامه گل گفت که 28 شهریور زمان جشن ورود پسرم به کلاس اول است که می توانم در کنار او باشم. بالاخره جدال برجامی ها و آمده شده مردان مذاکرات به مجلس و تشکیل کمیسیونی با نام بررسی برجام که گویی یا مورد حمایت گروه های دلواپسان و شخص علی خامنه ای نیز هست به مرزی رسیده که در حجمه فشارهای رسانهای و مطبوعاتی حتی عصبانیت آرام ترین عضو تیم هسته ای را برانگیخت. صحنه هایی از هواشی نشست کمیسیون برجام که بیشتر شواهد به بازجویی ها دارد را میبینیم که سید عباس اراقچی به خشم پاسخ دلواپسان را میدهد سنگین رو فرمودن که این امتیاز نیست من تعجب میکنم از فنیه. نه فنیه, فنیه. که با... نه چون گفته شده بعد جواب بدن نه کی گفته آقای کارخانه نه خیر آقای کارخانی انواع راکتور آب سنگین داریم جابلن. یه سریش هست با آب با اورانیوم طبیعی کار میکنه یه سریش هست با اورانیوم غنی شده کار میکنه هر دوتاش تاش آب سنگین نه، هست آقای دکتر ما اگه خواهد بس کنید بس می‌کنیم بس دو... فنی داریم آقای هر دو تاش آب سنگین هست از دانشمندان هستی که دیگه ارقام دانشمندای خودمون رو قبول داریم که دیگه الحمد نه دیگه نمیشه باید. که نمیشه نه. یه موقعی که میشه یه موقعی که میگیم اون موقعی که چیز دانشمندان شهید <تصفح> یه موقعی که میشه دانشمند فلان وقتی که اونها اظهار نظر میکنن که این آبسنگی میگه نه اینا سرشون نمیشه اینکه نمیشه که به اصطلاح خنک کننده آبسنگین هست کننده آبسنگین مادریتور آبسنگینه ماد... سبب استفاده کنیم با هزینه کمتر هیچ فرق نمی کرد نه عزت اون میرفت زیر سوال نه خیر نه نه اونها خیلی پیشنهاد کردن نه خیر پیشرفت تکنولوژی آب سنگینی که تکنولوژی تکنولوژی آب سنگینی که ما به دست آورده بودیم خط قرمز ما بود اینجا که میرسه خط اینجا که میرسه خط قرمزای رهبری میذاره زیر پا اینجا که میرسه خط قرمزای رهبری میذاره زیر پا میان آب سبوکش محل نکنید محل بس معلومه و حال ببینیم نحوه برخورد تند حمید رسایی یک عضو موسوم دلواپاس که در فندر اظهار نظرهایش به پیروی از علی خامنه ای استناد می کند. با هم می بینیم که چگونه عباس عراقچی در خشم حتی از واژه نامرد برای توصیف رقیب مجبور به استفاده این واژه می شود و استفاده می کند. اینو آقای امیر آبادی بفرمایید. آقای رسایی که می‌دونن که دولت دولت راستگویان آمریکا میگه آب سنگین، دولت دولت دروغگویان آمریکا ای... نه. آقای امیر تعهدات ما فرمودن که آقای دکتر، آقای, آقای ما... نه اجازه بدید من آخه جواب بدم. نکاتی که گفتن. نه اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین. اجازه بدید آمریکایی‌ها دارن میگن آب همه دنیا داره میگه آب توی برنامه نوشته آب دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه نامردیه در حق مردم ایران یا آب سنگین ده. ها جفا دارید میکنید نه آقای عراقچی نکنید کنید ما داریم با آقای آقا محمدی ای کاش فقط ای کاش فقط با طرف محمدی. مقابلتون اینطوری حرف بزنید آقای آقا, آقا, آقا محمدی آقای عراقچی ای کاش با طرف مقابلتون اینجوری حرف بزنید آقای بودید میدید ما با اونها چطوری صحبت من تشکر میکنم از آقای عراقچی خواهش هم میکنم تحمل کنن من نیا کنید نکته ای که آقای کارخانه گفت ما میخواییم حق را ادا کنیم آقای کارخانه اینا این جمع بودن آی کارخانه میگه که آب سنگین با یه مزیت نسبی آب سنگینه که کشورهایی که در واقع اورانیوم غنی شده ندارن اورانیوم خام میخوان استفاده کنن از آب سنگین استفاده میکنن یه هزینه میکنن برای آب سنگین اورانیوم خام تو کور راکتور میذارن استفاده میکنن الان اون هزینه آب سنگین شده اما در مقابلش داره اورانیوم غنی شده اونجا گذاشته میشه خب آب سبک میگرفتیم اورانیوم غنی شده مثلا این راکتور این راکتور عراق آب سنگین الان هست یا بس نه نه من اصلا میخوام بگم بحثش اینجا نیست نه خب آخا... 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 یه عراقی... دعوای, دعوای بزرگ سیاسی بوده که این راکتور آب سنگین بمونه یا نمونه بله. قای... اونها میخواستن آب سبکش تبدیل بکنن و ما ایستاده کردیم حالا این آیا آیا که آب سنگین موجود مزیت نسبیش نمیدونم اینجاش کمه اونجاش کوچیکه شما یک دستاورد بزرگ سیاسی رو میخواید کوچیک بکنید برای مردم ایران اینکه به خاطر آقای عراقچی اصلا ما واقعا وارد موضوع نمیخوایم بشیم من میخوام بگم این رو بذارید آقای صالحی باشه با آقای صالحی, آقای صالحی و با این خبر از خیلی جدال های ای وقت برنامه امشب ما نیز در همین مقال و مجال به پایان میرسد همچون همه شب بیننده برنامه آن سوی خبر باشید که بلا فاصله پس از صفحه یک پخش خواهد شد تا درودی دوباره شامگاهی دگروار و ورق‌های تازه ای از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود